پیک پنجم کووید رو که به سختی گذروندیم و از اواخر تیر ماه شروع شده بود، توی مرداد ما اوجش بود و خیلی از کووید که توی اسفند 98 شروع شده بود خیلی شدیدتر بود، رنج سنی خیلی پایین تری داشت، میزان سرایتش خیلی بیشتر بود، یک مقداری کمتر شده، ولی مثل که عزیزان فکر میکنن که کرونا کلن تموم شده، دوباره مسافرت ها به استان شروع شده. ما بیمارایی داشتیم که 29 سال 30 ساله بودن و متاسفانه فوت شدن با اینکه هیچ سابقه بیماری نداشتن. این کلن این سری جدید، این پیک پنجمی که ما داشتیم خیلی شدیدتر بود، خیلی بدتر بود، مریضا خیلی بدحالتر شدن، درگیری ریه‌شون، عوارض کلیوی قلبی خیلی بیشتری داشتن نسبت به قبل. یعنی هر سری که داره پیش میره، پیک جدیدی میاد، وضعیت بیماری و وضعیت حال بیمارا خیلی شدیدتر و بدتر میشه. ببینید، موثرترین واکسن الان واکسنی که در دسترس باشه، هیچ فرقی نمیکنه که چه نوع واکسنی شما بخواید تزریق بکنید، هر واکسنی رو بزنید در هر صورت بدن شما یه آنتی بادی ترشح میکنه و یه ایمنی نسبی شما خواهید داشت. واکسن اون شدت بیماری و اون میزان مرگ و میر رو کاهش میده و در هر صورت به نفع هر کسی که بخواد واکسن تزریق کنه. آدم حدودا یه ماه خورده ایه که این علایم رو داشتم، بعد من آوردم بیمارستان رازی. حالا خدا رو شکر هم دکتر ها خوب هستن، هم پرستارا، خدمات همه خوبن، ولی الان خدا رو شکر حالا خوبه. الان یه ماه خورده ایه دیگه خسته شدم، تمام عضلات هم درد میکنه. الان پریروز دکتر اومد بهم گفت ترخیص. واقعا فکر میکنم که نکنه ما اصلا توی دنیای دیگه زندگی میکنیم. اگه چیزی که تو بیمارستان هست، اوضاع بدی که تو بیمارستان ما داریم میبینیم، ولی تو جامعه همه دارن زندگی عادی خودشونو میکنن، مسافرتاشون به راه، مهمونیاشون سر جاشونه، چه انگیزه ای باعث میشه که تو این شرایط کرونایی مردم پاشن بیان برای مسافرت؟ باور کنید خیلی اجبار و اصراری نیست که حتما چون شهریور و پایان تعطیلات بریم مسافرت. موج سوم و چهارم خیلی آمار فوتیمون بالا نبود، ولی موج پنجم متاسفانه آمار فوتی تو رنج سنی 40 تا 55 سال خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه 55 سال به بالای ما واکسن زده بودن، نه اینکه درگیر نشدن، ولی درگیر شدن، ولی آمار مرگ و میر تو این رنج سنی خیلی کمتر بود. همچنان ماسک بزنید، ماسکتون رو کنار نذارید. ما هنوز به شرایط ایمن نرسیدیم. واقعا میتونم بگم کادر درمان خسته شدن زیر بار فشار سنگین این موجهایی که تو این یک سال و نیم اخیر داشتیم. واقعا توانایی و کارایی ما خیلی پایین اومده. رفتار عادی با بیماری کرونا اشتباهه. این بیماری نباید عادی بشه، مردم نباید با عادی برخورد بکنن. خوشبختانه روند واکسیناسیون داره خیلی خیلی خوب انجام میشه. باید دست مریضات گفت به وزارتخانه محترم، مسئولین دانشگاه و معاونین محترم که با جدیت این کار رو دارن انجام میدن. واقعا دست مریضات میبینید که پرسنل ما اینجا دارن با جدیت تمام کار دارن میکنن به صورت شبانه‌روزی برای شما عزیزان، برای بهبودی شما. ولی باز هم من از شما به عنوان یک فردی که جزء مدافعین سلامت این مجموعه هستیم، از شما خواهش میکنیم که به هر حال کمک و همیاری به مدافعین سلامت خودتون، با اینکه این کار رو انجام بدید که مراقبت بیشتر بکنید، اجتناب از مواردی که گفتم رو انجام بدید تا انشالله ما بتونیم شاهد پایان این پیک باشیم. همه این واکسن ها ایمنی ایجاد میکنن، همشون مفید هستن، همشون در واقع میتونه جلوگیری از میزان مرگ و میر رو کم بکنه و خصوصا در این پیک ما به عینه شاهد بودیم که میزان مرگ و میر ما در طیف سنی بالای 70 سال تقریبا به طرز معنیداری کاهش پیدا کرد. تقریبا ما این یک برآورد بسیار بسیار موثری بود از عملکرد و تاثیر واکسیناسیون.
فقط حرف من به عنوان یه عضو کوچیک از این مجموعه اینه که تا زمانی که به امید خدا همه واکسیناسیون براشون انجام بشه و بتونیم بگیم که دیگه خطر کمتری ما رو تهدید میکنه، مردم ما به رعایتشون ادامه بدن ممنون میشم. چون چند دسته از در واقع افراد هستند که دامن میزنن به ایجاد این پیکی که ایجاد میشه و این بیماری که اوج میگیره. یه سری افرادی هستن که اصلا اعتقادی به بیماری کرونا میگن نداریم، نیست یه همچین چیزی. من معتقدم تا زمانی که آدم از نزدیک لمس نکرده باشه، ندیده باشه، اعتقاد پیدا نمیکنه. چون ما از نزدیک میبینیم خانواده‌هایی که مراجعه میکردن دست جمعی مبتلا شده بودن. یعنی یه مهمونی خانوادگی خیلی خودمونی که 7 نفر 8 نفر عضو داشته، یک نفر اونجا ناقل بوده، کل افراد مبتلا شده بودن. داد بیمارستان رازی چون بخشاش پر شده بود، تعداد بستری‌های کووید خیلی زیاد بودن، دیگه به کیس‌های داخلی و خیلی معفونی چند تا در واقع این کیسا نمیتونستن سرویس دهی کنن، تخت خالی نداشتن. تو همون مرداد ما یکی دو تا از بخشای بیمارستان مثل بخش ارتوپدی ما بیماراشو پخش کردن تو بخشای دیگه که بتونن بیمارای رازی رو پذیرش بدن. زمانی که اوضاع خوب نیست این اتفاق میفته. نسبتاً کیفیت خدمات رسانی میشه گفت پایین میاد. تقریبا یک هفته هست که میتونیم بگیم اوضاع خیلی بهتر شد. بیمارا کمتر شدن. من از بیمارستان رازی هم از متخصص عفونی بیمارستان که اینجا مراجعه میکنم پرسیدم، اونجا هم گفتن شرایط خدا رو شکر بهتر شده.